خب امیدوارم همه عزیزان تندرست و سلامت باشن. موضوعی که امروز خدمتتون صحبت میکنم، حالا بیشتر با تمرکز بر رو و سه جنبه طراح محاسباتی دارو ارتباط با انفورماتیکس و کامپیوتیشنال دیزاین هست که خدمتتون توضیح خواهم داد. می‌دونیم که فرآیند جناب دکتر، ببخشید من مزاحمتون میشم، یک مقدار صدای شما قطع و وصلی داره، می‌خواستم ببینم حالا اگه فکر میکنم مشکل از اینترنت باشه، چون الان بایدم خیلی تغییر نمیدونم الان موضوع بله من الان دارم اینترنت شما رو چون اینجا ما دسترسی داریم میبینم یک مقداری ضعیفه. حالا یه لحظه من برای کانکشن ها رفت کنم. الان نمیدونم وضعیت صدا الان چجوریه. صدا خیلی عالیه دکتر، فکر کنم خیلی بهتر. آها، چون بقیه دیوایس ها رو در واقع دیگه اینترنتشون رو قطع کردم که فقط برای این کار. ممنون از شما، پس بریم که ارائه داشته باشیم. ممنون از شما، مرسی. فرایند کشف و طراحی دارو به صورت آزمایشگاهی فرآیند بسیار طولانی، هزینه بر و وقت‌گیره. این فرایند شامل انتخاب یک تارگت مناسب برای یک بیماری هست، بعد ارزیابی اون هست، بعد یافتن ترکیبات شیمیایی مؤثر برای اون تارگت هست، اپتیمایز کردن اون ترکیبات شیمیایی هست و بعد وارد فاز پری کلینیکال میشه و بعد وارد مراحل در واقع تست کلینیکال میشه تا در نهایت پس از اخذ تاییدیه‌های لازم بتونه مجوز رو بگیره و به صورت تجاری وارد بازار بشه. هر کدوم از این قسمت ها تکنیک های مختلفی میتونه مورد استفاده قرار بگیره که کاربرد طراحی محاسبات دارو بیشتر تو قسمت لید آیدنتیفیکیشن و لید اپتیمایزیشن هست. حالا لید رو توضیح میدم خدمتتون که چی هست. ببینید تو فرایند طراحی و کشف داروها کاری که انجام میشه اینه که ما میتوانیم یک سری ترکیباتی رو از یک سری دیتابیس ها اسکرین بکنیم، غربالگری بکنیم و اونها رو محدود بکنیم تا به تعداد خیلی کم در واقع برسیم. اون ترکیباتی که در مراحل اولیه غربالگری مشخص میشن و اصطلاحا هم بهشون میگیم هیت. و حالا تو تست های آزمایشگاهی معمولا ترکیباتی هستن که فقط یک آزمایش روشون انجام شده. طبیعتا روی این هیت ها کار میکنن، آزمایش های بیشتری انجام میشه، تست های بیشتری انجام میشه تا موثرترین ترکیبات رو پیدا بکنن. و این ترکیبات رو اسمشون رو میذارن لید، لید کامپاند ها. و بعد روی لید کامپاند ها کار میکنن تا، یعنی اونا رو اپتیمایز میکنن به نحوی که مشتقات مختلفی رو روی اون لید کامپاند ها ایجاد میکنن تا یه لایبرری وسیع تری از اون ترکیبات رو داشته باشن و از بین اونها بتونن ترکیبات مؤثرتر و ایمنتر رو عملا انتخاب کنن. تست هایی که انجام میشه، تست های اکسپریمنتال، تست های بیوشیمیایی هست که طبیعتاً مثلا میتونه روی اون ترکیب شیمیایی رو شما استفاده بکنه روی اون تارگت یا تارگتتون که معمولاً حالا میتونه آنزیم یا ریسپتور باشه، بررسی بکنه ترکیباتی که روی اون آنزیم یا ریسپتور تاثیر مناسب داشته باشن انتخاب میشن، وارد فاز بعدی میشن، تست سلولی روشون انجام میشه. اگر ترکیبات موثر بودن خب تو هم مرحله تعدادی از اینا فیل میشن، اگر موثر بودن وارد تست بعدی میشن که تست حیوانی هست و اگر باز هم موفقیت آمیز بود وارد فاز انسانی میشن و تست های انسانی رو در واقع سر میذارن.
ممکن تو هر کدوم از این مراحلی که خدمتتون گفتم بنا به دلایل مختلف از جمله اینکه اون ترکیبات داروی ما خواص ادمیت مطلوبی نداشته باشن، به چه معنایی که ممکنه اون دارو حرارت که مثلا نسبت به ما فعال هست، نسبت به اون پروتئین فعال هست، ولی شاید به خوبی در سیستم بدن ما جذب نشه و خودش رو نتونه به تارگتش برسونه، در مواقع ضروری شاید نتونه از خوبی و خوبی عبور پیدا کنه. بعد از اینکه کارش انجام داد و باید بشه و از بدن دفع بشه، ممکنه که این متابولیزه نشه و توسط بدن به خوبی دفع نشه و تجمع پیدا بکنه و سمیت ایجاد بکنه. بنابراین در دلایل مختلف این پروسه تو هر قسمتی ممکنه باشه که از مواجه بشه. به همین دلیل کمپانی‌های بزرگ داروسازی معمولا بین 10 تا 100 محرک دارن، ممکنه بین 2 تا 10 ساعت طول بکشه با اون پروژه که دارن انجام میدن مراحل اولی تست حیوانی بزنن و طبیعتا برای اینکه مشکل کاربیا کنن که 10 پروژه رو همزمان حداقل با هم پیش ببرن که هزینه و وقتشون از بین نره. خب طبیعتا این کار هزینه بسیار زیادی رو دارد. من داخل این استاد اگر بخوام مقایسه بکنم، هزینه ای که صرف میشه برای در واقع کشف یک دارو رو اگر به صورت اکسپریمنتالی به کامپیوتیشنال مقایسه بکنیم، میبینیم که کمترین هزینه رو مدل سازی محاسباتی داره در مقایسه با دیگر. ببخشید من میونه کلمات مزاحم میشم، شما مثل اینکه ارائهتون رو دستتون خورده کنسل کردین، چون ما نداریم الان صفحه شما رو. ولی انجام ندادم. اسلاید الان قابل رویت هست؟ بله بله الان ما داریم صداتون. من فکر کنم این استاب شیرینگ احتمالا دستم پرده، نمیذارم کنار که کلیکش نکنه. بسیار عالی. مقایسه که صورت میگیره بین تکنیک‌های مختلف اینه که خب طبیعتاً هزینه که به ازای کشف یک مولکول در واقع صرف میشه بسیار بسیار برای کار محاسباتی بسیار کمتر از کارهای آزمایشی. طبیعتاً انجام کارهای محاسباتی علاوه بر اینکه میتونه هزینه های ما رو کاهش بده، طبیعتاً میتونه در اطلاق وقت هم کمک بکنه، به معنی که ما وقت کمتر رو میتونیم در واقع تلف بکنیم، یعنی که سریعتر میتونیم در واقع به اون اهداف کشف یا طراحی دور که مد نظرمون هست برسیم. من 2 تا نکته رو صحبت کنم که عبارت کشف و طراحی رو به کار میبریم. طراحی دور هم که از مشخص است مولکول جدید رو طراحی میکنیم، مولکول وجود نداشته، ولی کشف به معنای این هست که اون مولکول قبلا وجود داشته، ولی شما از این انبوهی از مولکول ها مولکول رو انتخاب میکنید برای کاربرد درمانی و مورد استفاده قرار میدید. تکنیک های طراحی محاسباتی دارو به این چند دسته تقسیم بندی میشن: روش های لیگند بیس، روش های تارگت بیس، روش های کیموجینومیکس بیس و روش های نتورک بیس. روش های لیگند بیس همونجور که از اسمشون مشخص است، لیگاند ها معمولا اون مولکول های شیمیایی یا اسمال مولکول هایی که مد نظرمون هست رو بهشون میگیم لیگاند. موقعی از این روش ها استفاده میکنیم که اطلاعاتی راجع به رسپتور یا تارگت دارو نداریم. بیان که دارو رو وقتی ما استفاده میکنیم، خب این دارو فعالیتش رو تو سیستم بدن با اینتراکشن برای یک تارگتی از خودش بروز میده. روش های لیگند بیس تقسیم بندی میشن به روش های سیمیلاریتی سرچ، روش های کیوسار، تی دی کیوسار و یا فارماکوفور. حالا هر کدوم مختصرا توضیح میدم. در روش سیمیلاریتی سرچ ما مولکول ها رو بر حسب فرگمنت هاشون به ساب استراکچر های مختلف تقسیم بندی میکنیم، فینگر پرینت حساب میکنیم، شباهت اونها رو حساب میکنیم. حالا یکی از معیارها تنیم تو کوفیشنت هست. به این صورت که شما گریم مولکول رو بر حسب این لیبل های رنگی که مشاهده میکنیم میتوانیم به قطعات مولکولی مختلف تقسیم بندی بکنیم. اگر این کار رو انجام بدیم، هر قطعه ای میتونه در واقع توی یک ریشه باینری که در واقع به این صورت مشاهده میکنید اعداد 0 و یا 1 رو در واقع به خودش بگیره. یعنی اگر اون فرگمنت رو مولکول ما داشت عدد 1 و اگر نداشت عدد 0 در واقع بهش تعلق میگیره. به این ترتیب من اگر مولکول A و B رو داشته باشم که هر کدوم فرگمنت های مختلفی رو دارن، من میتونم فرگمنت هایی که مشترک هستن بین هر دو رو پیدا بکنم. میبینید که مثلا ساختار A 13 تا فرگمنت داره، ساختار B 8 تا فرگمنت داره، 6 تا از اینها مشترک هستن. خب مطابق با فرمول
بهترین اتو کوفیشن حالا همون جاکارت هست در واقع داخل این فرمول قرار میگیره و من مثلا سیمیلاریتی بین مولکول A و B رو 14 حساب میکنم. خب ولی در اساس مولکول هایی که سیمیلاریتی بالایی با هم داشته باشن خیلی من شبیه هستن، مولکول هایی که سیمیلاریتی کمی داشته باشن خب طبیعتاً فاصلهشون از هم بیشتر از این نظر ساختاری بسیار با هم متفاوت هستن. این سیمیلاریتی به چه درد میخوره؟ سیمیلاریتی به این درد میخوره که اگر دو تا مولکول مشابه داشته باشم احتمالاً دو تا مولکول مشابه فعالیت مشابه داشتن. با چه هدفی؟ ممکنه دارو داشته باشم بخوام یه دارو دیگه براتون پیدا بکنم. اگر داروی دیگری پیدا بکنم که شبیه به داروی قبلی باشه خب طبیعتاً احتمال اینکه روی اون بیماری تاثیر داشته باشه زیاد میشه. این روش روشی است به نسبت سریع ولی خب نمیتونه در واقع ویت بشه. یکی دیگر از روشایی که مورد استفاده قرار میگیره کوانتیتیتیو استراکچر اکتیویتی ریلیشنشیپ هست که کابل ریاضی، یه مدل ریاضی بین ساختار ترکیب اتم‌ها قرار کنه. چه هدفی؟ با این هدف که اگر من یه زیادی کامپاوند یا مولکول شیمیایی دارم و یه فعالیت آزمایشگاهی برای در دسترس دارم بیام یه مدل بسازم و از این مدلم استفاده بکنم برای مولکول‌های دیگری که تست نشدن فعالیت رو پیش بینی بکنم و ببینم کدومی که بهتره و اون مولکول‌ها رو پیشنهاد بدم چون اینکه بخوام بدم همین مولکول‌ها رو این تست رو شون نشون بدم. خب من یک ساختار مولکولی دارم میخوام فعالیت برش پیش بینی کنم، تنها راهش اینه که برم تو آزمایشگاه. اگه نخوام تو آزمایشگاه برم این کار رو انجام بدم به صورت محاسباتی بخوام این کار رو انجام بدم دیسکریپتورهای مولکولی رو در واقع براشون محاسبه میکنم، یعنی به این معنا که حالا مخاطبی فکر کنم بیشتر کامپیوتری هستن در واقع برای اون مولکول ها میتونه فیچر حساب میکنن که حالا تو فضای طراحی دارون فیچرها رو معمولا میگن دیسکریپتور یا توصیف کننده. خب و دنبال اینم که از این فیچرها بتونم اون اکتیویتی یا فعالیت که به عنوان ریسپانس وریبل در واقع مشاهده میکنید رو پردیکت بکنم و در نهایت مدلم رو ولیدیتش بکنم. پس بهتر برای انجام چنین کاری که یک مدل رگرشن هست لازم هست که مجموعه از داده ها رو داشته باشم، ساختار مولکول ها رو اپتیمایز بکنم، فیچرهایی رو در واقع محاسبه بکنم، مهمترین فیچرها رو در واقع انتخاب بکنم، بعد مدل بسازم و در نهایت مدلی که ساخته شده رو باید ارزیابی بکنم. برای اینکه دادن داده ها روش های مختلف شما میتونید پتنت های معلومات مراجعه بکنید، یه سری داده های امروزه هستن مثل مالین دیوی که اطلاعات مورد نیاز و چنین کارهای رو جمع آوری کرده و در ما قرار میده. اونجا فعالیت ها رو شما میتونید بر حسب کای آی یا IC50 یا کای دی یا دیگر پارامترهایی که تونید اسلاید مشاهده میکنید عملا به دست بیارید. برای ارزیابی مدل هم تکنیک‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیره. یکی از راهکارها اینه که دیتا هامون رو به دسته ترنینگ ست و تست تقسیم بندی بکنیم که با ترنینگ ست مثلا مدل می‌سازیم، حدود 70 یا 80 درصد دیتا ستمون هست و با تست ستمون که حالا بین 20 تا 30 درصد دیتا هامون هست در واقع مدلمون رو در واقع ارزیابی می‌کنیم. یکی پروفایش مثلا این پروفایلی که برای داده‌ها استفاده می‌کنیم مقاله‌ای عددی هستن که ویژگی‌های ساختاری الکترونی ویژگی‌های ساختاری و الکترونی مولکول رو به نظر می‌دن، یعنی ویژگی‌های مولکول رو تبدیل به یک سری مقاله عددی می‌کنن که ما می‌تونیم در واقع مناسبات اون از اونها استفاده بکنیم. برای انجام چنین کاری ما می‌توانیم از تکنیک‌های مدل سازی ساده خطی مثل لینیر رگرشن مثل MLR استفاده کنیم، یا می‌تونیم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده بکنیم، یا می‌توانیم از تکنیک مانند ساپور وکتور ماشین استفاده بکنیم که حالا رگرشن میشه ساپور وکتور رگرشن که از گرفتن فانکشن های مختلف میشه استفاده کرد که هم لینیر داره هم پولینومیال داره هم آر بی اف داره و طبیعتاً یک مدل می‌سازیم. در نهایت مدلی که ساختیم ما این مدلمون یک سری مقادیر فعالیت مشاهده شده داشتیم، یه مثل مقادیر فعالیت پیشبینی هم مدلمون به ما میده که در نهایت میتوانیم مقادیر پیشبینی شده رو بر حسب مقادیر مشاهده شده ترسیم بکنیم به صورت ویژوالایز ببینیم. علاوه بر این میتوانیم یک سری پارامترهای دیگر مثل R2 یا RMSE یا مین ابسولوت ارور رو که حالا این دو تا آخر مرتبط با میزان خطای مدل ما هستن رو در واقع حساب بکنیم و مدلمون رو ارزیابی بکنیم. همچنین میتونیم در واقع یه کار دیگه هم انجام بدیم، میتونیم در واقع اگر حالا تو این مثال 7 مولکول داریم و ایکس ها اون فیچرهای ما هستن و ایگرگ ها اکتیویتی ما هستن و یک مدل ساختیم و مثلا فرض کنید یه آردوی رو گرفتیم، بیایم ایگرگ ها رو با هم جابجا بکنیم و دوباره پرفورمنس مدل رو بسنجیم. هر چه آردو در واقع تو این حالت به صفر نزدیک‌تر باشه نشون میده مدلی که قبلا ساخته بودیم مدل بسیار
معتبرتری هست و این کار خب 100 بار انجام میدن و میانگین میگیرن تا در واقع نسبت به اعتبار مدل اطمینان حاصل کنن. یکی دیگر از تکنیک هایی که مورد استفاده قرار میگیره تیریدی چوسال هست که جهت کامپریتیو مولکولار فیلد انالیسیس یا کامفا شناخته میشه. این همون کیوسار هست، منتها مولکولمون رو یک باکسی قرار میدن که هر قسمت از این باکس با یک اتم پروبی در واقع احاطه شده. این اکشن مولکول ما با تک تک این اتم های پروب حساب میکنن و این اینترکشن میشه یک فیچر. طبیعتا به تعداد اتم های پروب ما فیچر داریم و بحث فیچر سلکشن و مدلینگ رو انجام میشه. فیچر ها جنسشون معمولا از جنس مثلا فیچرهای الکتروستاتیک و استریک هستن. کاربرد که داره در نهایت ما بر حسب آلگوریتمیک مدل در واقع بگیریم، بر حسب این کالا فیچرهای استریک و یا الکتروستاتیک داریم و اینکه مهمترین فیچرها کدام بودن و اینها رو به عنوان ورودی به یک مدل بدیم و خاطر پیش بینی بکنیم. علاوه بر این بر حسب اینکه کدام یک از اینتراکشن ها مهمتر هستن با کدام یک از پروب ها ما می توانیم یک مدل گرافیکی بسازیم که از این مدل گرافیکی برای پردیکشن به نحو مطلوب تری استفاده بکنیم. یعنی به این معنا که به طور مثال اینجا مثلا نقاطی که آبی رنگ هستن میشه گفت که مثلا جایی که گروه های الکترونگاتیو قرار بگیرن مثلا فعالیت بهبود پیدا میکند، جای مثلا قرمز رنگ جایی که گروه های الکترونگاتیو قرار بگیره مثلا فعالیت کاهش پیدا میکنه و یک دیدی به شیمیست های دارویی میده که در سنتز ترکیبات داروی جدیدشون از اون بهتر استفاده بکنه. همچنین یک استریپلات میتونیم داشته باشیم، مثلا نقاط سبز رنگ در این چک نشان دهنده این هست که اون قسمت های گروه های باروکی یا حجم قرار بگیره پیدا میکنند و نقاط زرد رنگ جایی هستن که فعالیت در اونجا کاهش پیدا میکنه. اگر گروه های حجم تو نقاط زرد رنگ قرار بگیرن طبیعتا فعالیت کاهش پیدا میکنه و مطلوب نیست که چنین کاری انجام بشه. این هم باز یه نمونه از الکتروستاتیک پلات هست. یک روی که دیگر مدل سازی فارماکوفور هست که مدل فارماکوفور نشون دهنده فریمورک هست که حامل ویژگی های ضروری دارومون هست که باعث بروز فعالیت دارویی میشه. طبیعتا این روی که میتونه انجام بشه و هدفش این هست که رو تو بحث اسکرینینگ که ترکیبات شیمیایی برای یافتن مولکول های جدید مورد استفاده قرار بگیره میتونه برای کنم. ارتباطم دوباره قطع شد. سلام آقای دکتر، ما تصویرتون قطع شد، دوباره داره برمیگرده ولی صفحه سیاه هنوز تصویر. من مجددا متوجه شدم که قطع شده، مجددش الان هست. بله تصویر و صداتون رو داریم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، میتونه برای ویژوال اسکرینینگ، میتونه برای دنوبو دیزاین یعنی برای طراحی مولکول های جدید از صفر مورد استفاده قرار بگیره، یا ما میتونیم مولکول های رو از صفر در واقع یا طراحی بکنیم، یا اینکه در واقع بیایم اون لید کامپاند هایی که داشتیم اپتیمایز بکنیم و حالا اهداف دیگری مثلا طراحی دارو برای تارگت های بیشتر رو هم در واقع میتونیم مد نظر قرار بدیم. هر کدوم از ویژگی های مهمی که با ورود فعالیت اون دارو هست رو حالا میتونیم با رنگ های مختلف تو اون نمودار نمایش بدیم. در مورد بحث فارماکوفور اگر دقت کنیم، مثلا مورفین رو اگه بخوایم مثال بزنیم، اون خاصیت دارویی که دارد مال اون گروه آتیکی اینجا مشاهده میکنه و این نیتروژنی که بهش اوهشی که بهش متصل هست و برای نیتروژنی که سمت راست مشاهده میکنه که همش با رنگ قرمز نشون داده شده، فارماکوفور مورفین میشه این بله بالا اتصالی که بین این دوتا ویژگی ساختاری وجود داره. مثلا مورفین اگر یه خاصیتی داره به خاطر این یه قسمت از اون هست و بقیه قسمت های زردنگش خیلی تاثیر زیادی رو بحث فعالیت دارویی نداره. بخوام مشتقات دیگری از مورفین ایجاد بکنم که فعالیت مشابه مورفین داشته باشن، این قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده حتما باید داخل اون وجود داشته باشه و اگر این قسمت وجود نداشته باشن اون مولکول ما فعالیت مشابه با مورفین نخواهد داشت. خب بنابراین این مفهوم فارماکوفور هست، از همین ایده استفاده شده و مولکول های دیگری که مشتقات مختلف اون هستن با خواص مشابه واقع سنتز شده و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. فارماکوفور مدل
حالا یکی از تکنیک ها بود. از دیگر تکنیک هایی که میشه مثال زد، حالا تا اینجا همه لیگ اند بیس بودن، روش های استراکچر بیس هستن. روش های استراکچر بیس چیا هستن؟ اگر ما اطلاعاتی راجع به تارگتی که دارو باهاش تاثیر میکنه تو بدن داشته باشیم و از اون تارگتمون استفاده بکنیم، بهش میگن روش استراکچر بیس یا تارگت بیس. حالا معمولا استراکچر بیس میگن. پس وقتی میگیم استراکچر بیس، منظورمون استراکچر اون تارگت هدفمون هست که دارو باهاش عمل میکنه. اگر مدل فارماکوفور رو بخوایم مورد استفاده قرار بدیم بر مدل سازی استراکچر بیس، به این صورت هست که ما میتونیم بر حسب آمینو اسیدهایی که تو اکتیو سایت هست، این چه اینتراکشن هایی میتواند مولکول های داروی ما داشته باشن تا فعالیت خودشون را انجام بدن و مثلا با اون آمینو اسیدها برهم کنش کنن. پس به این ترتیب اینجا مثلا یه بار منفی داریم تو اکتیو سایت، یه گروه با بار مثبت به عنوان دارو یعنی دارویی که حاوی یه گروه بار مثبت باشه میتونه اینجا قرار بگیره و برهم کنش کنه. اینجا که سرین رو مشاهده میکنید که او او اچ دارد، پس من اگه داروی داشته باشم یه هیدروژن بان اکسپتور یا هیدروژن بان دونور داشته باشم، میتونه با این برهم کنش بکنه. پس این فیچر اکسپتور دونور هم میتونه اینجا داشته باشه. و این پایین که یک دونه فنیلالانین دارم، من میتونم مثلا یه گروه آروماتیک داشته باشم، یعنی داروی من اگر حاوی گروه آروماتیک باشه که تو این نقطه قرار بگیره با رنگ بنش مشاهده میکنه پایین، میتونه با این آمینو اسید برهم کنش بکنه و فعالیت داروی خودش رو انجام بده. پس به این ترتیب من از روی ساختار تارگتم توانستم ویژگی‌های فارماکوفوری داده برای اینکه داروی پیدا بکنم که با این پروتئین برهم کنش بکنه رو در واقع عملا پیدا کردم و میتونم از این استفاده بکنم. یکی دیگر از تکنیک‌هایی که تو حوزه طراحی دارو استفاده می‌شه برای مولکولار داکینگ هست که تکنیک‌های بسیار معروفی هست تو حوزه طراحی دارو استفاده میشه. بعد هست که خب خیلی از بیماری هایی که تو بدن ما اتفاق میفته ناشی از فعالیت یک سری پروتئین هایی هست که مثلا باعث میشن که یک سری سابستریت های غذایتش در بدن مثلا کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل اهمیت پیدا میکنه که فعالیت اونها مثلا مهار بشه و طبیعتا خب داره باید با این پروتئین برهم کنش بکنه تو اکتیو سایتش قرار بگیره. روش مولکولار داکینگ تلاش میکنه که بهترین اورینتیشن دارو رو در انگام اتصال به پروتئین برای تشکیل یک کمپلکس پایدار پیدا بکنه. حالا که میگم تارگت پروتئین، بیشتر تارگت ها پروتئین هستن. طبیعتا تارگت های دی ان ای دارو میتونه دی ان ای رو هم مورد هدف قرار بده که داکینگ حالا دارو با دی ان ای هم میتونه مد نظر باشه. پس دارو رو تو بحث داکینگ میتونیم برهم کنش بدیم پروتئین با چه هدفی؟ با هدفی که داکینگ رو تلزا میده. پوز اسکوپ یعنی داره چه داکینگ ما میده که دارو کجا میتونه بشود. خب جهتگیری دارو، لوکیشن دارو، جهتگیری دارو. آی دکتر ببخشید من عذرخواهی میکنم از خدمتتون، صداتون یک مقداری قطع و وصل میشه. امیدوارم الان نه متاسفانه تغییری نکرد. دوباره چک میکنم صفحتون رو، فکر میکنم این مشکل اینترنت داریم چون که صفحتون رو قطع کردید صدا خوب شد. اگر که اوکی هست میتونید فایل ارائهتون رو تبدیل به پی دی اف کنید، فایل پی دی افش رو بارگذاری کنید، فکر کنم روند بهتر باشه. خب الان وضعیت صدا چجور هست میفرمایید؟ الان صداتون رو بسیار عالی داریم. خب من فکر کنم ارتباطم دوباره قطع شد. آره یه بار دیگه سلایت ها رو شیر میکنم. الان تصویرتون رو داریم ولی متاسفانه صداتون دوباره قطع و وصل میشه. بعد اسلایت ها رو چیز میکرد. الان مشکلی نداره برای صدا و اسلایت ها؟ الان صداتون خوبه. بسیار. پس من ادامه میدم. پس به این ترتیب روش تو بحث داکینگ ما دنبال این هستیم که اتصال دارو و پروتئین رو در واقع بررسی بکنیم. نه اتصال دارو و اون بانی مود رو که اصلا پوز میگن، یعنی قرارگیری دارو، جهتگیری دارو، تو ساعت اتصال دارو، ساعت سبودی هم به ما میده که حالی اسکور بیانگر یک میدان تعمال اتصال دارو به پروتئین هست.
و ما میتونیم از این استفاده بکنیم به این صورت که میلیون ها ترکیب مثلا میتونیم دا کنیم و پروتئین و برطون اسپری به ما میده تا ما رو رنگشون بکنیم و رنگ فضا فیلتر کردن اون ها استفاده بکنیم و اون ها که بهتر. آی دکتر من از خدمتتون واقعا عذرخواهی میکنم، صداتون قطع و وصل میشه باز هم، این کلا نامفهومه. اگر که فایل پاورپوینتتون رو تبدیل به پی دی اف کنید و بارگذاری کنید فکر میکنم بهتر باشه. خب من الان فایل رو به صورت پی دی اف ذخیرهش میکنم. خب داره بارگذاری انجام میشه، حالا منتظرم که کامل بشه و شروع روی اسلاید ها ادامه. خیلی ممنون، ما منتظر هستیم، حالا اگر که بارگذاری شد شروع میکنیم. الان فایل داشت بارگذاری میشد، نمیدونم شد. فکر میکنم آقای دکتر بارگذاری ارائهتون متوقف شد. 40-50% رفته بود بعد یهو متوقف شد، نمیدونم چرا. کن
میخوایم برای اینکه وقت ما چیز نشه، چون الان نقاط مهم صدا هستن، توضیحاتم یه کار میکنم یه بار دیگه. نه در حال آپلود هست، در حال آپلود هست. مشکل نیست، منتظر میمونی. آره تو 69 درصد رفته. حالا من نکات مهم رو میگم، بعد حالا برای اینکه وقت از دست ندیم، حالا اون چیزی که لازم به اسلاید هست رو بعد توضیح میدم. پس طبیعتاً داشتم میگفتم که ما میتونیم در واقع از روش داکینگ استفاده بکنیم برای اسکرینینگ، به این صورت که حالا تعداد زیادی ترکیب رو داک بکنیم به اون تارگت یا پروتئینی که مد نظرمون هست، اسکور رو براشون حساب بکنیم و بر حسب سورهایی که مولکول ها به دست آوردن، مولکول ها رو رنگ بکنیم و اونهایی که بهترین اسکور رو دارن رو عملا انتخاب بکنیم و برای ادامه مطالعاتمون ازش استفاده بکنیم. روش داکینگ ما، یعنی کلا روش های داکینگ به دو صورت میتونه انجام بشه. داکینگ متداولی که صورت میگیرد حالتی است که ما معمولا یک تارگتی رو داریم و یک مجموعه از مولکول ها رو بهش داک میکنیم تا ببینیم که کدام یک از مولکول ها بهترین تاثیر رو بر روی تارگت دارن و بهترین مولکول ها رو انتخاب میکنیم. یه حالت دیگر از داکینگ ریورس داکینگ هست. به این صورت انجام میشه که ما یه مولکول رو داریم که میتونه حالا یه مولکول دارویی باشد، میتونه یک ماده مؤثر مثلا یک گیاهی باشد و دنبال این هستیم که بدونیم توی بدن ما این با چه تارگتی برهم کنش میکنه. خب طبیعتا پس یک مولکول رو داریم و میایم این رو روی تارگت های مختلف داک میکنیم تا بتوانیم تارگت مناسبش رو انتخاب بکنیم، که این روش رو اصطلاحا بهش میگن ریورس داکینگ. خب اسلاید ها کامل بارگذاری شدن، یعنی فایل پی دی اف بارگذاری شده الان. آی دکتر ما الان صدای اسلاید های شما رو داریم، الان فکر کنم میتونیم با اسلاید شروع کنیم. خب من این اصلاح رو داشتم توضیح میدم، مثلا که داکینگ متداول هست، من یک تارگیتی رو دارم و مجموعی از ترکیبات شیمیایی، این مجموعی از ترکیبات رو به ترتیب داک میکنم به این تارگیت تا اون بهترین لیگاند رو در واقع انتخاب کنم. تو روش ریورس داکینگ من یه لیگاند دارم که میتونه یک دارو باشد، یک ترکیبی مثلا مصری گیاهی باشد، دنبال یافتن تارگیت مناسبی هستم ببینم تو بدن با چه تارگتی برهم کنش میکنم و به این ترتیب این مولکول رو مجموعی از لیگاند، رو مجموعی از تارگت هایی که دارم به ترتیب در واقع داک میکنم و بر این اساس اون لیگاندی که بر این اساس اون تارگتی که داروی من بهترین برهم کنش داره باش انتخاب میکنم و میتونم ببینم که کدوم بیماری تاثیر داره و مثلا کاربرد درمانی برای اون لیگاندم عملا پیدا بکنم. یه رویکرد توی این فضا رویکرد کم اینفورماتیکس هست که سال 1998 برای اولین بار مطرح شد و این رویکرد هدفش این بود که با تلفیق منابع اطلاعاتی کمک بکنه برای اینکه دیتا رو به اینفورمیشن و اینفورمیشن رو به نالج تبدیل بکنه، با هدف اینکه تصمیم گیری بهتر و سریعتر ما داشته باشیم در حوزه در مورد دراگ لید آیدنتیفیکیشن و اپتیمیزیشن، یعنی که اون لید کامپوند هایی که خدمتتون گفتم اصلا راحت‌تر بتونیم شناسایی بکنیم، بهتر اپتیمایز بکنیم تا بتوانیم در واقع تاری بهتر رو عملاً داشته باشیم. حوزه کیمیا انفورماتیک و حوزه بایو انفورماتیک کاملا به هم مرتبطن، از این بابت که حوزه بایو انفورماتیک ما پروتئین ژن و دی ان ای رو در واقع مورد بررسی قرار میدیم که اینا ماکرومولکول های هستند که توضیح به انفرماتیک مورد مطالعه قرار میگنن، ولی این ماکرومولکول ها خودشون از یه سری از کیمیکال کامپوند های به نام آمینو اسید ها یا نوکلیک اسید ها تشکیل شدن که در حوزه کیمیا انفرماتیکس مورد مطالعه قرار میگیره. پس حتی برای عمل میبینید که بگیم حالا کیمیا انفرماتیک و بایو انفرماتیکس مورد مطالعه قرار میده به اون صورت خیلی جدی مطرح نیست و این دوتا در کنار همدیگر تعامل میکنن. تعاملشون هم به چه صورته؟
تو حوزه بیوانفورماتیک معمولا از یک بیماری به ژن، از ژن به پروتئین میرسیم. در حوزه کیمیانفورماتیک از کیمیکال کامپوند ها به لید و از لید کامپوند ها به دراگ میرسیم که چی بشه. در حوزه درمان باید داروی مناسب برای پروتئین پیدا بکنه. پس اینجا جایی است که دوای دو روش باید با هم تعامل داشته باشن، یعنی هر دو میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه داروهای موثر رو انتخاب کنیم. یه روکر دیگر کموجینومیکس بیس هست که تو روش کموجینومیکس بیس ما مجموعی از لیگان ها و مجموعی از تارگت ها رو داریم که از فیچر های هر دوتا استفاده میکنیم تا تأثیر همه اون لیگان ها رو بر روی همه تارگت هایی که در دست داریم در واقع بتونیم پیدا بکنیم و اینتراکشن اونها رو بسنجیم. طبیعتا از این روکر خیلی استفاده میشه تو بحث دراگ دیسکاوری. یکی از کاربردهاش دراگ ریپرپوزینگ هست و تو بحث پلی فارماکولوژی در واقع خیلی استفاده میشه. پلی فارماکولوژی به این معنا که یک دارو میتونه رو چند تا تارگت اثر داشته باشه و پیش بینی سایت افکت ها در واقع میشه از این استفاده کرد. و با همین هدف شاید لازم باشه که مثلا تو بحث بیوانفورماتیک استفاده از استراکچرال بیوانفورماتیکس برای یافتن تارگت های مناسب عملا اهمیت پیدا میکنه که ازش استفاده بکنیم. خب راجع به کموجینوم بعد سورس های مختلفی هم وجود داره که مثلا سی مپ هست که دیتا های بیان ژن تعداد زیادی در واقع اسپان مولکول هست که رو سلول های سرطانی مختلف در واقع تست شده و دیگر دیتا هایی که مشاهده قابل استفاده هستن. و روکرد دیگر روکرد نتورک بیس هست که ما میتونیم در واقع نتورکی داشته باشیم از کیمیکال کامپوند ها با تارگت ها، کیمیکال کامپوند ها با ساید افکت، کیمیکال کامپوند ها با ژن ها. خب و به این ترتیب یک نتورکی رو داشته باشیم و با آنالیز نتورک در واقع تحلیل‌هایی بتونیم انجام بدیم، لینک جدید پردیکت بکنیم تا بتونیم در واقع داروهای رو برای بیماری‌های موجود در واقع بتونیم پیشنهاد بدیم. یکی از رویکردها که خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره تو بحث دراگ دیزاین سیستم فارماکولوژی هست. به این معنا که حالا قبلا نگی می‌گفتیم یه تارگت باعث بروز یک بیماری هست و یک دارو رو اون تارگت تاثیر می‌ذاره، دیگه الان این رویکرد تغییر پیدا کرده. ما می‌دونیم که یک دارو میتونه رو مجموعه از تارگت‌ها تاثیر داشته باشه و مجموعه از تارگت‌ها هم میتونه در واقع توی بروز در واقع یک بیماری خاص نقش داشته باشه. به این ترتیب ما معمولاً دنبال این که یک اتصال یا یک یالی بین یک دارو و پروتئین پیدا بکنیم نیستیم، چون کفایت نمی‌کنه و خیلی وقت ممکنه یک داروی ما با چند تا تارگت در واقع تاثیر داشته باشه که بحث پلی فارماکولوژی یا مالتی تارگت دراگ دیزاین رو مطرح می‌کنه. و اگر اون تارگت دوم حالا هدف دارویی باشه که چه بهتر، ما با یک تیر دو نشان زدیم و دو تا بیماری درمان کردیم، ولی اگر تارگت دوم مرتبط با ساید افکت باشد عملا خب باعث بروز ساید افکت میشه و اون تارگت دوم معمولا بهش میگن آف تارگت. و دیتابیس های مختلفی هست که اطلاعات زیادی رو در واقع قرار دادن که ما میتونیم با رویکردی که کیمی‌انفورماتیک و بایوانفورماتیکس در واقع از اینها استفاده بکنیم. یکی از دیتابیس های خیلی خوبی که الان اطلاعات زیادی راجع به ساختار سه‌بعدی پروتئین ها در اختیار ما قرار داده پروتئین دیتا بانک هست که اطلاعات ساختار سه‌بعدی پروتئین ها رو سه‌بعدی در واقع صورت کریستالوگرافی یا NMR تعیین ساختار شدن اونجا قرار گرفته و ما می توانیم در واقع خوبی از اینها استفاده کنیم. و از همین تکنیک هایی که خدمتتون گفتم قبلا اشاره کردم میشه برای ریپوزیشنینگ استفاده کرد، به این معنا که مثلا یه کاربرد مجدد برای داروها پیدا بکنیم و دارویی که قبلا برای یک بیماری دیگر استفاده می‌شده از اون استفاده بکنیم برای بیماری دیگر تا این فرایند در واقع هزینه بر و زمان بر طراحی محاسباتی دارو رو تا حد زیادی عملا کاهش بدیم. امیدوارم این ارائه مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. اگر سوالی باشه من در خدمت